استیج ما شما خالی بکنم، ما شما خالی بکنم. خب چی هست کنم خدمتان؟ وقتی که من یه شتم از این خنده تان نگرفتم و تعجب کردم. از این که من معمولم در این کنسرت های پروتور گپا فکایی برتان زیاد میگم، از اون خاطر هر وقتی که پیشگویتان ظاهر میشم این رقم خنده تان میگیرم، مثل آجی محمد کامران های این درو بریم نگر خنده تان میگیرم نیستم اتان یک ذره کنده خنده کنیم. بابا یک افیادتان باشه که ما در زندگی برای گریه بسیار وقت داریم، ولی برای خنده حتی مزمون هم بسیار کم پیدا میکنیم. صحیست؟ از این گفا که بگذاریم، جوانی که ایرمی گشته و جوانی که این گشته هنر نمایی های شما دیده، یک افیادتان باشه وقتی که پرویز عزیز یکی از اشعار خواند و گفت در راه درباری، میخوایم خدمت شما عرض بکنم که راه درباری یکی از راگهاییست که خود هندوستانی ها یک اصطلاح مخصوص دارند که یا یک واژه یا لغت مخصوص دارند که مانای از او به زبان فارسی گژدم میشه. یعنی این راگ و حد مشکل از خواندنش که وقتی که آوازخوان میخوانه گویا در همون جریان اقدر سرش فشار میه که گژدم نیست زده میره، ولی همین جوان بسیار مقبول خواند. کاربارتان بده حال شما به خاطر دلسوزی که قدر گژدم گزیده شد برای چکر و خاطر از اینکه خام برای شکشک بریم. و اما جوان دیگه که طبله نواخت بدون از اینکه گشتم گزیده باشه نه گشتم گزیدگی شما و گمانم آثارش در اونجا بسیار زیادتر چرا میدید ما نگه داشتنش کار مشکره. برحال قربان از اینا جوانای برومند نزید پرویز کارو میبینند دل میگیره، ولو مردان کهنسال یا پیرمرد نظیر من وردا خب البته راز خانی بسیار جوان است. عمیرا جان یکی از کل ما که از جوان تر است، ما قوت قلب بگیریم. ما امشب یا شما امشب و ما و شما وجود ندارد، اما ما همیشه من و مایی وجود ندارد. از برکت و فیض آتش فشان ادب و هنر و فرهنگ و شعر و ادبیات راز فانی امشب جمع شدیم، قربان کسانی که نامشان کلگی را جمع میکنه. جالبی هست که پیشتر راز طوفانی برای من گفت که آواز می جوان مرا خوشم آمد. من گفتم راز یک کپا برد میخواهیم بگویم این می جوان اونم قدر صادق است در موسیقی که تو در شعر. لحاظا گفتم هرگز حضرت امام حسین از یزید خوشش نامده و یزید از حضرت امام حسین. دل به دل را دارد فانی قدر باشه که ترین صحبت است. همین جوان را که شما همین جوان بینید در صحبت یکی که در آغاز کرد، یعنی مرا عدی اقل که سال اینگه 60 ساله میشون 20 سال جوان ساخت،
با افتخار از تو یک کرامت چک چک کنین دیگر. از این طرز صحبتش مرد است که خب جوان است که در اینجا در سن 22 چند سالگی آمده، این مسیر پورا نکرده ولی راگ درباری را میخوانه، راگ گشتومه و از مولای یا مولانای رومی یا بلخی که دل خودش خواست که زیادتر سر بلخیش اتکا بکنه، اون مولانا نه بلخیست نه رومیست نه مزاریست نه مثلا ایرانیست نه کجاییست نه کجاییست، اون مولانا مرد است که با تمام بشریت بخاطر زور خود، قوت خود، دانش خود، انسانیت خود، امامت خود و یک پیامبر بین المللی برای کل جهان. ولی همین جوان با خواندن خود حرمت مولانا را نگه داشت، حرمت بیدل را نگه داشت، یا حضرت بیدل. یک افیادتان باشه، من یک آنجا خنده میگیرم، مثلا وقتی که اگر نگوییم محمد، پیش از اون نگوییم حضرت، حضرت محمد، این یک آدم میتان از یک خندان میگیره که او بپدم ایچی رقم گفتن و بگو حضرت محمد. ولی جالبی چیست که ما پادشاه خود اعلی حضرت میگیم، پس محمد در کجا قرار میگیره؟ تا این روز من نفهمیدیم از او خاطر معذرت میخوایم. شما هم سر چیزهای خنده میکنید که آدم خنده میگیرد. برحال این خو مسائل شوخیست، ولی من می جوانم به خاطر حرمت گذاریش به پیش قدمانش و درک بسیار عمیق از این مسئله. امشب نمیخواستم یه بخوانم، دکتر همیرا برای من گفت که پرویز میگه که من وقتی که ظاهر و ایدا جایشته باشه نمیخوام. من گفتم ایره برای خودت گفته، خود پرویز برای من بخوام. پرویز آمد گفتم شب من میمانه دستم عده اقل پنج آهنگ بدون فرمایش، بدون از اینکه فرمایش کسی را قبول کرده باشه برای من بخوام. و دیگر صحبت نشد و پرویز آمد و من چی وقتان بگوید عمقا ممنون نشستم، عمقدر سپاسگزار هستم، عمقدر این خاطره را بسیار سنگین و رنگین و مقبول با حافظه خود در همین شبه که هر تاریخی که هست که رو باز امیرا یاد داشت می در دل خود نگه خواد داشتم که ایش بر تا نمی دون. و این حشمت قند که پنجایش فقط عجمن امین نام و خدر زیاد مهم نیست، هنرش مهم نیست. ولی اگه عجمن سخیل آدم می بودید غلامانی قصاب ها می بود فقط میکن منطقه هنر که از پنجه های خود چی من اشتباه خود البته معذرت میخوایم، ولی خود در پنجه چیزهایی است که از معجمل و مثلا غلامانی و سخیل ها از اینا کده بالاتر هست، این از این خاطر به افتخارش اگر بسید. از طبعا نام مروج ولی قبلا نوازه هم هست دارم دوستان استاد امدادی که سرود می نوازه، اینا هر طبعا نوازه که نوازه شده نوازه رو نامش اجمل صدا می کنه، او میگه برادا نام من چی دست میگه خیلی دست اجمل می گمه این دیگه. برحال بسیار خوش آمدین، ببینین بعضا من در موقعی امریکای کنسرت داشت، خب کنسرت های داشتیم در موقعی نیویارک، گفتم برادرها، خواهرها، بزار بسیار محترم، هموطنان عزیز، یک گپ یادتان باشد که دوباره من میگم ایرمی زایر و ویدا جای کنسرت میداشته باشد کلی کنسرت خود در گفتیر میکنه.
گفتم یک گروه دیگه است که میگن با خدا که ما برای شنیدن خواندن ظاهر و ایدا بریم میرم برای از اینکه گپ بزنید این دو یکی دیگه میگه که والله بیادر خواندنش از گپش کده زیاد است دیگه میگه که نی گپ زدنش از خواندنش زیاد است ما گفتم یک فکاهی بسیار مقبوله خداوند جنتا را جایش کنه که ما نمی کنم ملا نسولین در جنت رفته باشه چرا یک قدر به یقل نبود خب به هر حال بسیار قربان شما بسیار مقبول است که میگن که ملا نسولین شاید این شما شنیده باشین در اون ویدیوی کنسرت نیویارک که من همین ثبت شده اگر به استان رسیده باش شنیده باشین برای شما تکراری باشه ولی برای بعضی ها ممکن است بار اول باشه ملا نسولین همراه بچه که خود همراه اولاغ خود که مرفید ترینش حرکت میکرد پدر و بچه سر خرسوا را میرفتن یک جماعت یقینا والا می جماعت اوغان بودن مثلا افغان که میگم یعنی مردم افغانستان این پشتون و روزبک و تاجیک و ترگپان ندارم افغان بده یک جمعیت از این دور آمد یک 16-17 نفر سعی کردن با بر پدری یا نبر تو سعی کن سر یک ایوان مسکین هم با بس خور شده هم بچهش این ملا خبسار آدم در راه بود گفت والا ای کدام اشتباه شده چی بچه و خود پایان انداخت از خر و خر آزاد همه تو من خودش تو تشریفات بره کسی که بسیاری هم یاد بسیار مقامات بالا میرن این دو تا پای پیاده رفتن مثل ملت ما اینجا که رفتن یک گروپه که دیگه آمد که ولایی اوغان بودن آمد که سعی کرد واقع که بر پدر یا نالد اولاغ در خدمتشان خروار پای پیاده میرن همین ملا گفت که والا ملا نسودید خب خودش کتبکی خود پس خورش رو سرخد که آمدن 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 و اللهی که باز گروه به دگه اوغان میگمیدی گفت بر پدریان دو نفر سر یک خرس بار خب باز بچه را پایان کرد خود ملاشی سرخد چند قدم دیگه که آمدن باز یک گروه از ماجمات هم رای از اینا آمده گفت بر پدری پدران آمد خودی سر خر سوار بچه هایی که چوکش پای پیاده می ره ملا پایان شد بچه رشان چند قدم دیگه که آمدن باز ما شما روبرین که آمدیم گفتیم ما بر پدر این آمد اوشتو که خود سر خر سوار بابش پای پیاده می ره ما هم جدن اون نیویارک گفتم گفتم قربانتان اینی عادت ما شماست این حال بگوین ما در اینجا گفت زنم یا ویدو به هر حال از شوخی که مرا بسیار خوشم میاد از شوخی که بگذاریم اصل ادبی بود که شخصیت شکسته نفس بزرگ عالی مقام گرچه از دیگه پایی ما بدش میاد مثلا مراز افغانیست مرد صادق چی در زندگی شخصیش چی در زندگی فرهنگیش ما صداقتی که خب دوستان بسیار عزیز و گرامی دارم که مشترک است بین ما و فانی اعظم رهنورد نتانم مثلا براتان بگویم یا خب دیگر دوستان چی لازم کالمان نامشان رو بگیریم یادکشان بخیر کلشان مردم های بسیار محترم بودن صداقت در وجود شعر فانی در زندگی میدیدیم در وجود خودش دیده از دوستای بسیار عزیز و صمیمیم است که در قسمت ارکستر آماتوری که من تشکیل کردم
مردی بود در مشقهای ما میاد من اشتراک میکرد، همونطور که عمیرا جان دکتر سه گفتن واقعا یعنی امو زمان در جریده پامیر اگر اشتباه نکده باشم نشته شهرداری کابل مزامین می نوشت، هنوز مومه های سرش سفید نشده بود و این سفیدی هم به این دربگی ها و دست نیامده. گفته شاعر بزرگی که من افتخار دیدارش و صحبت شد داشتم که موی سفید را فلکم را یکان نداد، این رشته را و نقد جوانی خریدم. پس و البته شما هم این توقع را نداشتین که وقتی که من میرم در مابین عالم و در همچو مسئله و با دیدار همچو دلداری و دلدارانی ما بر شما کنفرانس بیتون که نم شما اشته بودین که بر تم کمرگاری که بخانیم او را مردان میخوانم و هم یک گفت ولی خواستم که خدمت شما عرض بکنم که ما همه ترام میدانم شیشته گفت زدن همه ترام این همی خلق تنگی های خودم باید زدی که یک پنجره از این یواز نمیشه که آدم از اقل از بیرون هوا تنفس کنه خلق تنگی های خودم استفراغ کنه بیرون. ولی به هر حال حداقل ما میدانیم همین هم صحبت بکنیم، ما در وطن خود با صحبت های بسیار عجیب و غریب مواجه شدیم، نهی از منکر مثلا تو قالی هیچ مانای زیر مانا می فهمید و تازه وقتی که اونا در عمل پیاده می کنن عقل خران در آسمان می خوره که چی هست جان بیادر اون از اون خاطر من معذرت می خواهیم بخاطر از اینکه ما خودقدر صحبت اطور عادی برادرانه، دوستانه، خواهرانه، مادرانه، پسرانه، هنرمندانه، شاعرانه اطور گفا نکده بودیم این قدر وقت تان نهی پرمویی های خود گرفتم. ولی یک هم یادتان باشه یک چیزه که یادمون ای به کس برد نخورد میگن که خب در کشور ما جریانات سیاسی به طور گفاز کنه بودم مره به او گفا قرض نیست نه قرض هم هست بنده هم مرض دارم هم قرض سر مسائل در دوران خرق و پرچم این طور گفاز خانم تا این مربوط افغانستان نیست این در اتحاد شوروی ساخته بودن یک کشتی غرق در جزایر سیاه‌پوست های آفریقای آدم خور که آدم هم میخور حالا اگه مثل شما رو پیدا میخور چی به اشتیا میخور حتی مساله هم انداخته ایش کشتی غرق شد و سه نفر نجات پیدا کردن یک روس و یک انگلیس و یک آمریکایی. اینا رو پیش رئیس قبیله آوردن، رئیس قبیله گفت که یکی زیره برای ما قربان کوفته کو یکی دیگه شام یخنی کو یکی دیگه شام هر کار که میفتید شو کو مقصد گفت مقصد که ما از شام استفاده کنیم. به هر حال گفتن لیکن همین جزیره با همین یک قبماندگی و آدم خونی خود یک عادت داره و اویی که مثلا سه تقاضای شما را پیش از مرگتان قبول میکنن. آمریکایی را خواستن گفتن چی میخوایی پیش از مرگ؟ والا دختر بلوندم تو من خون یکم دامه و خون داشته از زیر زمین پیدا کردن یاری پیده اونجا چی از کجا پیدا کنید قصه است. به هر حال انگلیسی را گفتن گفت یک بوتل جین باداره گل یک دانه سیب کرد یک دختر بلوند بسیار من بود این هم برش پیدا کردن و باید دلوست رسید گفت چی میخوایی؟ گفت تریبون، میکروفون، لاد سپیکر و استیج این چیزی که حال من میخواهیم یه ایران هم که آدم خوب برازی هم پیدا کرد آمد لاد سپیکر را نصب شده اتر گفت به یه وزید که مثلا امشب پریویزیان بر شما باید خوند و بازی من برتان باید میخوانم همین روز بارا شد سر پشت میکروفون استاد شد گفت و مردم
سه سوال دارم. بعد از اون جواب گفتیم تو بفرمون گفت شما مارکسیزم هم میشناسیم؟ همین سیاپوست هایی که سون دیگه سه سایی کردن گفتن این خورده نیست، پوشیده نیست، اون چیده نیست، چیست؟ خب گفتی رفا نمیفهمیم، علاج شد. گفت همین لینینیزم هم میفهمیم؟ گفتش چه؟ گفت باشا بگیرم اون میفهمیم. گفت همین کپه اس 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 به کمونیست اتحاد شوروی. گفت این هم میفهمیم؟ این هم گفتن نیگو والا یک سوال دیگه میفهمیم. لینین رو میشناسیم؟ گفت نیم و باشتن یک سوال دیگه هم مارکس هم میشناسیم؟ گفت نیم. گفت او بین آموز و خیبر چی آدم خور شدیم؟ آدم معاشرت نمیتانم گرد درست؟ ولی ما از استحقاق خود بسیار بیشتر گیسته اضافه و گاز است. از اون خاطر هنوز خنده ما و اندازه گیری هایی که کردیم نرسید کرد. من از اون خاطر دلیم میکنم خنده میکنم که اگر برابر کردیم. Oh, yeah, oh, I'm gonna roll, yeah.